سرخط خبرها، هیئت وزارت مهاجرین فوراً به ایران سفر کرد. خبرهای تازه از بانک مرکزی افغانستان و وارد شدن میلیون ها دلار. هشدار خطرناک یونیسف در مورد اروزگان و قندهار که غیر قابل باور می باشد. پیام تازه حسیب خواه مرکز و اکمل امیری در مورد حملات جدیدشان پس از ماه مبارک رمضان که طالبان را وارخطا کرده است. مرکوه که میایی با غیر از الله پاک سر هیچ دولتی سر هیچ امپراتوری خبر نیستیم به مقابل ما. بچه های بسیار زیاد امروز از امرای ما و شما هستند که از تمام نقاط افغانستان علیه طالب می جنگند. 56,000 نیروی تازه نفس را اکمل امیری با سر سالات رسمن آغاز و فعالیت کرد. سلام به سرویس اطلاع رسانی اینکو تیوی، خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. هیئت وزارت مهاجرین طالبان به ایران می رود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده است. قرار است یک هیئت بر ریاست خلیل الرحمن حقانی سرپرست این وزارت به ایران سفر کند. این سفر قرار است پیش از عید فطر برای بررسی مشکلات مهاجران افغان در ایران و همچنین به منظور گفتگو درباره تنش‌های مرزی میان نیروهای طالبان و ایران صورت بگیرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته است که کوشش میکنیم که به ایران سفر کنیم تا درباره تمام مشکلاتی که افغانان در آنجا دارند به گونه کامل صحبت کنیم و حل کنیم. این در حالی است که پس از واکنش ها درباره آثار و اذیت مهاجران افغان در ایران، حالا تعدادی از مهاجران، پناهجویان و دانشجویان افغان در ایران از مشکلات در زمینه اخذ ویزای تحصیلی و اقامت و بودباششان شکایت دارند. در همین حال اخیراً تنش‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داد که منجر به بسته شدن گذرگاه‌های اسلام قلعه شده است. تنش‌های مرزی میان نیروهای مرزی طالبان و مرزبانان ایرانی پس از آن شدت گرفت که مرزبانان ایرانی از کار ساخت جاده در نقطه مرزی از سوی مرزبانان افغانستان جلوگیری کردند. اما یک روز پس از این تنش‌ها وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که تنش‌های مرزی پایان یافته و فعالیت‌های گذرگاه‌های اسلام قلعه بعد از یک روز توقف دوباره به حالت عادی برگشت است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان گفته است که پالیسی وزارت دفاع همیشه واضح بوده است. اینکه نسبت به مرزهای ما بی تفاوت نیستیم و نخواهیم بود، تنشی که ایجاد شده بود بر اساس سوء تفاهم بود که حل شد. اما کار ساخت جاده در نقطه صفری مرز اسلام قلعه به گونه معقب متوقف شده و قرار است نمایندگان دو کشور در این باره گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه 5 سور درباره اختلاف مرزی اخیر بین افغانستان و ایران گفته است که مرزداران ایران در مرز با افغانستان به جهت اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی ماموران مرزی طالبان تا امروز به خویشتنداری برخورد کردند. با این حال او تاکید کرده است که تکرار این اختلافات و مشکل مرزی جای نگرانی دارد. خطیب زاده گفته است که ضمن این که مرزداران ما ماموریت دارند با هر گونه ورود غیر قانونی به ایران جلوگیری کنند، ما آمادگی لازم های را در خصوص رفتار حرفه‌ای در مرزها و نیروهای مرزی طالبان داریم. او ابراز امیدواری کرده این خویشتنداری نیروهای مرزی ایران موجب سوء برداشت طرف متقابل نشده باشد. خبر بعدی، بانک مرکزی 12 میلیون دلار را عرضه می کند. بانک مرکزی اعلام کرده است که قرار است سه شنبه 12 میلیون دلار را به فروش برساند. بانک مرکزی با نشر اعلامیه گفته است که بر حسب لزوم دید تا مبلغ 12 میلیون دلار آمریکایی را طی داوطلبی امروز سه شنبه به فروش برساند. بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدماتی پولی واجد شرایط تقاضا کرده است تا در این داوطلبی اشتراک کنند. برندگان این داوطلبی موظفند تا حساب‌هایشان را تا پایان امروز تصفیه کنند. این بانک افزوده است که در داوطلبی‌ها اسعار تصفیه قسمی معاملات مجاز نبوده و برندگان پول زمد را باید در یک مرتبه به طور نقدی در مدت زمان معین تحویل بانک مرکزی کنند. این در حالی است که در روز پیش نیز بانک مرکزی 12 میلیون دلار را به فروش رساند. در این اواخر این چندمین بار است که بانک مرکزی اقدام به فروش دلار میکند. هدف از این اقدام کاهش بهای دلار در برابر افغانی به شمار می‌رود.
خبر بعدی، یونیسف تازه گفته است که بخش‌های از ارزگان و قندهار با خشکسالی وحشیانه مواجه است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یعنی یونیسف در گزارش گفته است که بخش‌های از ولایت‌های ارزگان و قندهار در جنوب افغانستان با خشکسالی وحشیانه مواجه است. یونیسف نگاشته است که با شرکای این نهاد کار می‌کند تا آب پاک و ایمن را به منطقه تحت تاثیر خشکسالی در افغانستان فراهم کند. این نهاد به نقل از نجیب، مرد 55 ساله کندهاری و پدر 9 فرزند نوشته است، وقت موتر آب می رسد، برای ما به اندازه پایان ماه رمضان مهم است، ما مثل این جشن می گیریم. پیش از این سازمان حفاظت از کودکان یعنی Save the Children در گزارش گفته بود که افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان و این معنا است که بسیار از خانواده ها و فرزندانشان در ماه مبارک رمضان امسال فقط با آب و نان زندگی می نمایند. اکنون می پردازیم به پیام تازه اکمل امیری، قماندان ارشد جبهه مقاومت و همچنان حسیب قوای مرکز و طالبان. پس لطفا ما را تا آخر همراهی کنید. قدمار قوه که می آیی با غیر از اللای پاک سر هیچ دولتی سر هیچ امپراتوری خبر نیستیم که در مقابل ما استاد شوند. قهرمان ملی ما که 5 نفر به در مبارزه را شروع کرد، کشون سرخ شوروی تا شکست داد. ما خوش شکر کل چیز از بزور خدا، او وقتی چیزی نبودم کانات آلا گفتم سرد تانه به وطنهای تان میکشم نمیشناسه ما را دیگه اینی که پیام بود. جوان یک نسل آگاه، ما در حکومت قبلی جوانسازی کردن اما ظرفیت سازی نکردن. از اونا باعث ازی شد که افراد ناشایسته بیان در روی کرسی ها و کار بکنن که امروز بدبختیش دامنگیر تمام ملت افغانستان شود. بچه های بسیار زیاد امروز از امرای ما و شما هستن که از تمام نقاط افغانستان علیه طالب می جنگن. تنها یک ملیت آسیب پذیر از طالب نبوده، تمام ملیت ها آسیب پذیر بوده و امروز به فضل خداوند اما درکی که بین تمام جوان افغانستان آمده و ما اگر تغییر نظام صحبت میکنیم، این تغییر نظام آله همه گی میفهمه که به نفع یک قوم خاص، به نفع یک تبار خاص و به نفع یک سمت خاص نیست، به نفع تمام افغانستان است که دیگه نه بچه جنوب در شمال افغانستان بنابرای ناشنایی فرهنگی و ایگپا مورد جنجال و آزار قرار بگیره و نه بچه شمال افغانستان در جنوب و شرق افغانستان قرار بگیره. با همیجه که از دوستای ما رو میبینم که قطعا هر شب همکاری میکنن، میبینم اینا میشنم میگیریم چون میفهمم که یک مقدار جنجال های امنیتی داره در اوجه. اینی شما صادقانه باور بکنین که از تمام نقاط افغانستان، چی از خواهرها، چی از مادرها، چی از برادرها، چی از پدرهای ما، و حتی برای ما پیام میه که یعنی گاهی هم عشق میریزه از چشم ما که ما چرا نتانستیم از یک ملتی که اینگونه محبت در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی خود داشتن ما دفاع بکنیم. و در مورد زنها هیچ کسی مکتوب ناورده که تنها ما در مقابل طالب میتونم جنگیده و هیچ کسی مکتوب از کسی ناورده که کسی دیگه حق نداره به جنگه. بار که ما یادآوری میکنم برای جمع دوستا، حرف ما همی است که هر کس استاد شود سهم خود در مقابل آزادی از این سرزمین ادا بکنه. منتظر هیچ کسی نباشید، منتظر ما هم نباشید. اگر مرمی نخورد سکته میکنیم، اگر سکته نکردیم موتر میزند ما، یک حادثه دیگه میشه. هر کدام ما و شما نظر به توان ما و شما، چی کسی توان مالی داره، چی کسی توان نوشتن داره، چی کسی توان تبلیغ داره. این دوستایی که آمدن این متی یک اسپیس ایجاد کردن، امروز ما مفکوره های شما را گرفتم در دیدگاه های آینده ما تاثیرگذار است، 100% تاثیرگذار است. شما یادتان باشه که ما هم دل سرد میشیم، فشار رو میبینیم، چالش رو میبینیم، جنجال رو میبینیم. این در حالی است که سامی سادات تازه گفته است تا اکنون ثبت نام 56,000 نیروهای جبهه مقاومت تکمیل شده است و بعد از عید اگر خواست خدا باشد حملات ما را آغاز میکنیم.